آقا ممنون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین. ما تو جشنواره تو یاد باشه تو برج میلاد تو لابی این شب با شما گفتگو کردیم و خیلی هم گفتگو پرسرزاده شد اینا. اونجا گفتین که من یه روز فرصت بشه تلفن در میارم زنگ میزنم مهران مدیری نشون میدم که ما هم رفیقیم. عجب حافظه ای دارید شما. نه ببین ریسکه دیگه، الان چیز کنم الان زنگ بزنم حالا دم دست نباشه گوشی رو ور نداره حیثیت هم بره ناجوره. آقا به حرف من اعتماد کنید دیگه. اون روز نمیبینیم که شما زنگ میزنید. برای چی خبرد این کار نکنم؟ اگه رفیقین چرا کار نمیدن؟ من داشتم به آقای اونکی قاسم خانی میگفتم. رفیق بودم کار کردن فرق داره خب، این داستان نگست. ما مسیر خودمون رو داریم، کارهای خودمون داریم، مهران هم کارهای خودشو. این وسط ها ممکن هستش که با هم تلاقی کنیم. هیچ بعید نیست. افتاد که اون که گفتین که آقای فرخ نژاد دوست دارم که یه نقشی هم بهش پیشنهاد دادم بازی بکنه. قبول نکردن اون؟ چرا تا حدودی میدونی باید چیز کنیم باید. توی چونه ایم دیگه. یه سال دارین چونه میزنی؟ نه واقعیتش اینه که پول نداشتیم برای فیلمه. این فیلمه کار پرهزینه ایه و حالا کم کم تازه سرمایه گذارا دارن میان و پولا داره جذب میشه و ما هم داریم حساب کتاب میکنیم ببینیم پولمون به حمید میرسه یا نه. چرا کم کارین؟ عرض کنم که چیز آر تنبلم یکم. پول چی کرد آقا؟ همون تموم شد الان افتادم به کار. آره پیرار سال پول داشتم بعد دو سال کار نکردم بعد که تموم شد الان شروع کردم به سوال. با آقا مهراب این شما دیگه، چون الان خانم دهقان هم میگفت که دو سال مهراب خونه است. با هم همزمان کار میکنی؟ آره دیگه با هم شروع میکنیم بعد از بعد از پژمان فکر کنم کار نکردیم دیگه. آره من راستش اینه که چیز دیگه وقت تلف میکنم، یعنی الان روی این فیلم نامه پژمان عملا یه دو سالی وقت گذاشتم که یه دور کامل نوشتمش و دوستش نداشتم، 80% رو انداختم دور و از نو نوشتم. همین بنفشه خانوم؟ بله همین بنفشه خانوم. اصلا نمیفهم ولی همین؟ بله من بس حتما همینه. من میخواین کارگردانیش کنی؟ بله بله. چرا؟ کارگردان پیدا نشد راست. سروش نبود. سروش درگیر یه سریالیه. رامبد قرار بود کار کنه، درگیر خندوانه شد. آقای فتحی من دوست داشتم کار کنه که شهرزاد داره میسازه دیگه، موند خودم دیگه. میتونی چی آقای قاسم خانی از این کارگردانی که بخواین خودتون انجام بدین تجربه موفقی میشه؟ والا ببین چیز واقعیتش اینه که نگرانم، میترسم طبیعتا که نتیجه کار چی بشه. یه تصاویری تو ذهنم هست و نمیدونم که چند درصد من میتونم این تصاویر رو تبدیلش کنم به واقعیت. یعنی واقعا چه میدونم، آدم میگم به 70% هم برسی خوبه دیگه. حالا چقدر عواملی هستش که باعث میشه که این چیزایی که تو ذهنمون هستش انجام نشه حالا مشخص نیست. امیدوارم خوب بشه. در حد تئوری به نظرم میاد که بلدم ولی عملیشو باید ببینم. اینکه این قصه تو تلویزیون دیگه ترکید و چند دفعه آی فیلم پخش کرد و اینا، الان ببین کشش فروش سینمایی داره پژمان؟ ببین این فیلم سینمای پژمان نیست، این یه داستان مستقل جداگانه ایه که پژمان جمشیدی واقعی داره توش بازی میکنه، نه پژمان جمشیدی که توی سریال دیدیم که چیزه. پژمان جمشیدی سام درخشانی در نقش سام درخشانی و حمید فرخ‌نژاد و احتمالا ویشکا آسایش و مانی عقیقی و این ماجراها، یعنی چیز نیست. خوبی هم هستن دیگه. ولی خب پژمان جمشیدی فروش سینمایی داره. ببین به نظرم تلویزیون آخه همه کار داره میکنه. تلویزیون که زیاد نیستش دیگه، الان یا مهمون برنامه است یا اجرا میکنه بالاخره. ببین چیزه پژمان تو تئاتر، هر تئاتری که بازی کرده واقعا صف وایستادن براش و واقعیتش اینه که به نظرم بهترین ستاره هامون هم بدون یه داستان خوب کارشون شکست میخوره و ثابت هم شده که بدون هنرپیشه درجه یک هم یه داستان خوب موفق بوده. به نظرم میاد که این ترکیب یه داستان حالا درست حسابی شرافتمند به همراه یه کستی که به نظر من کست خوبیه نتیجه بعدی نباید داشته باشه. میگم نمیتونم واقعا پیش بینی کنم چی در میاد. احساسم نسبت به کار خوبه ولی دعا کنید ان شاء الله. استارت از کی آقای قاسم خانی؟ استارت کارتون از شهریور اواخر شهر. گفتین که خبره دیگه هم مثلا این رضا گلزار هم اضافه میشه، اختلاف های قدیمی میذارین کنار دیگه. اختلاف با رضا گلزار اینو از کجا آوردید؟ من موثق میدونم.
با رضا؟ سر یه فیلمنامه داستان داشتیم با فکرم شیش و بش بود فکر کنم. نه بابا اصلا کلن اشتباه دارید. نه آره این حتی چیزه، یعنی در مورد مهران میفهمیدم که اشتباه بیمه اصلا با رضا چیزه هیچ وقت میاد دیگه پژمان دیگه نه نقشی نیست براش اگه بود که گفتن یه خبرایی هست من پریدم واسه رفتم پشت رادان آقا حالا چیزه دیگه اگه قطعی شد میخواید اول به شما میگم شما یه سال پیش گفتین حمید فرخ نژاد یه کاری قراره اتفاق حالا اسمه رو بگین ما بعدن میگیم که تو پژمان قرار بازی کنه نه قطعی نیست واقعا میگم بتونم میگم خب خارج شما فکر میکنید مثلا بقیه کارگردان ها آدمی هستن که داد بزنید عصبانی شین بد اخلاق و حساب ببرن ازتون و حتی تو کار فکر کنم شما خیلی جدی باشین دیگه ببین جدی هستم ولی معمولا تو زندگی من اهل داد و بیداد نیستم یه قسمتی از وجودم هست که توی زمین فوتبال دعوایی هم و داد میزنم سر مردم امیدوارم چیزه تو کارگردانی این قسمت نباشه تلاش میکنم که خوش اخلاق باشم و ببین جمعی که انتخاب کردیم و گروه یعنی مثلا توراج اصلانی فیلم برداره و حالا صدا بردار و بچه های دیگه ای که هستیم خیلی خیلی همه چی دوستانه است و این انقدر رفیقیم و انقدر نزدیکیم این مهمترین نکته بود برام که اول یه فضای خوب دوستانه باشه سر صحنه که بتونم با آرامش کارمون رو بکنیم با این جمع واقعا داد زدن نداره اگه کسی دیگه داد بزنه من نمیزنم فکر نمیکنم اینستاگرام چرا نداریم؟ دوست ندارم من این چیزا اهل شبکه اجتماعی نیست ولی خوبه که تریبونه من نیازی ندارم بتونم اون چیکارش کنم خانواده هم آره دو تا خانواده از خانواده شما خانم رهنما دارن و از خانواده آقای هر خانواده یه دونه داشته باشه بس دیگه اونمون هست دیگه آره نیازی نداریم یه چیزی بگم تم نسلای شما تقریبا دلشون رو زدن به دریا مثل رضا عطاران مثل حالا مهران مدیری مثل سعید آقاخانی که اینا همه اومدن یه بار تجربه کارگردانی رو انجام دادن و در واقع تجربه کردن امکان داره که از این هم نسلاتون تو کار خودتون استفاده بکنی و به عنوان بازیگر تو اولین کارتون چقدر احتمال داره خودتون بازی کنین چون شما بالاخره بازیگرم هست نه من که بازی نمی کنم ولی چیزه خب من همه این اسمایی که گفتید دوست دارم هم بازیاشون رو دوست دارم هم به نظرم آدمای درجه یکی هستم و حتما اگه فرصتی بشه و اگه نقشی در شأن بچه‌ها باشه حتما بهشون پیشنهاد می‌کنم و امیدوارم قبول کنن